راننده‌ام راننده‌ام عاشق به گای و دنده‌ام بنده آمیز پرنده‌ام بنده آمیز پرنده‌ام وقتی که پشت فرمونم وقتی که ماشین میرونم از همه کج برنده‌ام بنده کج برنده‌ام فش بشه دورم فش بشه ببین چه جوری میکشه ریز و دراش بارشه حالوشون براششه نیو جن حفه میز پرنده یه چیزی میگم بخنده چک نزنی ببنده هرچی میگی چرنده چرنده با چرنده چرنده با چرنده داد نزنین میترسه مثال بید میلرزه یهو میره تو دره خود میشه چرخ و پره مخلصتون پرنده ام از همه تون برنده ام چون آدمی دنده ام وقتی که پشت فرمونم وقتی که ماشین میبونم از همه کج برنده ام شم کم خواهم دیگر نسبه تو را به بیجه چند چند میزنه بیجه جیونم ترش میکنه واسه این که حیوان زبون بسته تشنه شده فهمیدی خنگ خوده خوبه تو هم حالا مثل که بعض موتورخان گفتن یابو یالا به پرپایی کم ببنیم آقای پرنده اگه خیلی معطلی داره ما پیاده شیم معطلی نیم ساعت شروع معطلی خانم مدیر موافق هستی تا موتور خونک میشه یه هوایی بخوریم؟ من میخوام مطالعه کنم. پس با اجازهتون من بچه‌ها رو میبرم صد و بهشون نشون میدم. اشکالی نداره. ببرینشون. ساکت باشید. ساکت بچه‌ها ولی به یک شرط. همونطور که امسال شاگردای ممتاز مدرسه شدید، در این مسافرت هم باید بچه‌های مؤدب و نمونه‌ای باشید. آقای ورزش، من از طرف همه بچه‌ها این قول رو به شما میدم. آفرین. حالا میتونید برید. خیلی آروم. کجا؟ باز در باقا وحش رو کردم، ها؟ نه تو که زدترم رو زنگی رو پاره کردیم، آن بریم اون زبون صاحب بردت قیچی میکنی یا نه نی وجبی؟ نه نه؟ نه نه و نجمه دو بریده ده بگی بایی بیا لا که خبرتونه، ها؟ که خبرتونه؟ زبون اونی که نتونستم قیچی کنم، ولی زبون شما رو قیچی مهم، یالا تو سم یالا تو سم یالا سکت پشت هم یالا اینجا بچه باید خیلی موازه باشین از ماشین، از ذره، از دریاچه، از کوه، از آسمون ممکنه سنگ بباره خیلی باید احتیاط کنین یالا پشت هم بابا بله شما بهتره که برید به پرنده کمک کنید بچه ها بیایید دنبال من بیایید ده برو گم شو آفری میخریم برو جا مارات میزنم مافری چه مرگته؟ میخرم چی رو؟ دما
دماغ سوخته ی آدم های فضول باشی رو یه روز کم کن ور پریده عجب بچه هایی هستن لا اله الا الله تو هم که مثل رادیاتور ما جوش آوردی که اصلا زمونه پاک عوض شده آخه مگه تو کلانتری که میخواد تو همه کار دخالت کنی گامبو این وظیفه منه چی وظیفه تو به تو چی که با بچه ها برن دوستم ده نفهمیدم حالا بفهم تو یه فراشی یه فراش هم باید داشته باشی فراشیت؟ آله فراشیت دیگه چیه؟ دست تو دست رو بیار بالا تو بهت بگم بفرما اینه بهش میگم فراشیت آهوش گرفتم باشی بیرم نابو خوده بود دیگه این مردی باش با خدمت بیرسم گم یه جایی تو بیست زورم که تا آخر عمر یادت داره آبهای باران پشت این سد جمع میشه و همینطور هی زیاد میشه و بعد به صورت این دریاچه در میاد اون وقت در تابستان از آب این دریاچه باغات و مزارع آبیاری میشن و همچنین آب مصرفی لوله‌کشی تهران از این دریاچه تأمین میشه ضمناً ایجاد سد مزایای دیگه هم داره مثلا برق هیچ میدونید که برق لاورو بعد این چک پدر من در آورد کفر ماشون بابا چیه؟ بابا جون منه ببر واسه چی؟ واسه این که دست رو سوزونم نه اتفاقا نیست نسوخ چی؟ نسوخ؟ نه اکی پوسکولو منه ببین دلم برای کی داره میسوزه بچه این قرقر قمیش میام واسه این که یه ککل آمروات از پل کرش دارن که پدر منه در آورده پدر دی در آده خواه این که دیگه قرق قمبینه نداره که بپر برو پشت اون سن شلوار تو باد بده آو راست گفتم که عقل هر خری بهتر بهتر از کر خری من میدونستم برو یالا مجلکو جلکو سیبا سلام قربان ما حاضریم قربان میتونیم حرکت کنیم؟ بله پس بچه ها رو صدا کن چشم کنم الان بدو یالا آقایان نونه حالان خورسالان بفرمایید داخل صف یالا مجلکو بگم یالا بجم دیگه بچه جان برو آقا جان چیز خانه بوده یالا مطلقم فینگیری برو تو صف یالا مطلقم به ترتیب قد خبر ارد قدم رو ارد دو سه ست یک سه چار یک دو سه ست پنج شیش هفت ما نفهمیدیم این چکه از کجا رفته تو تامون ما ده چیز عجیبیه یالا چارده و خونزده درسته برو بالا دیگه ظرفیت تکمیل بطن نکن برو بالا لنگ زور بچه مرده مکش یه بیرون ببینم دیگه نخه پیداش نمیدونم ده ماشین کجا بار پدرته مال مدرسه هست فعلا که مشروب بروشم مال فراشت آی میخوانی میام آی میخوانی بفرمایی ده بفرمایی خیلی خوب مردش رو همون تیارت رو ببرن که کلاف هم باشو هیکل قرازه خودتو ببرن اصلا نکنی چی بهت میگم میدم تو چونه دیگه عوض این کارا آقا معلمی داره منو میزنه برید پایین دیگه ما این ماشین قرازه شای فی استفاده میکنه بروز خواه بچه ها رو پیاده کنیم تا لاستیکو عوض کنیم با بیریم به زیر ماشین لاستیکو با کن تا منم جک رو بزنم یا لجو پایم بلده بارو بگی زیر ماشین نشک خودش مرده بره بچه ها وسط جاده نرید آقای بهنام اینجا وسط جاده است لطفا مواظب بچه‌ها باشین بسیار خوب من خودم سرگرمشون میکنم نصرت این کتاب بگیر ببر بذار تو ماشین بدو گوش کنید تا یه بازی خوب یادتون بدم شما برید اونور شما برید اونور شما همینجا وایسید بچه‌ها تو هم همونجا وایسا
ای بابا یالا بجام دیگه. بابا اینم که پنچره. با قابمون جایی. حالا چیکار کنیم بابا پیری؟ ببین مثل خر تو گل وامون یا آقای میکانیکا، این که دیگه فکر نداره. آچار چرخ بدونم. میخوای چیکار کنی؟ میخوام چرخ این طرفی رو واخرم ببندم اون با کوف. هنا؟ جاق نبود؟ پرو؟ چیه؟ چیه؟ چی بهت بگم؟ چیزی نداری بگی؟ بیا جلو، بیا بفرم پا تو بیار بالا. این پا گیوتو در بیار. اینم گیوه. حالا شست پا تو بگی محکم بکن تو چشت. آخه خنگ خدا راستی که اونوری رو واکنی ببندی این بر. بله. آخه تو باید بری جورو بکشی. تو رو چه به میکاری که آخه مگه میشه؟ بله میشه. دوباره به روز خاله صدا کن. برو صدا کن. میزم رو شکرمه توی کرد کن. خیلی میکنم. بگیر انداز تو زودتر بده به من. بگیر شهرام مواظب باش. چطور شد؟ سب کنی ببینم بچه شروع نکنم. گوساله ها، مگه اینجا زمین ورزشه؟ من نمیفهمم یه مش بچه بی سر و پا تو جاده چی کار میکنن؟ این بزرگتراشون هم که مردن، پس شما چه غلطی میکنید؟ اولندش جوش ندن یا چیزیت خوش میشه، آخرندش طلبکارم شدی؟ بابا رو تو برم من. شماها دخالت نکنین، برین دنبال کارتون. شما درست میفرمایید، مقصر ما هستیم، از شما معذرت میخواییم. از شما معذرت میخوام چی آقا؟ با اعصاب مردم بازی میکنین فقط به خاطر اهمالکاری و بیخیالیتون. پدر، حالا که الحمدلله به خیر گذشت. تا دیگه حرف نزن، به خیر گذشت، به خیر گذشت. گوساله ها ببخشید، پدرم خیلی عصبیه، من از شما معذرت. عیبی نداره خانم. ببخشید که داره. اگه ما رو تا دو شهر برسونم پنچری توی به ماشینمونو بگیریم اون وقت خب نداره. اشکالی نداره، بفرمایی میرسونیم. بری بری پرنده به این یه آدم خوبه. ما رفتیم برسوننه بود. پدر صاف کن تا یکی از اینا رو تا تو شهر برسونیم. من فنرهای اتومبیلمو بیشتر احتیاج دارم تا کمک کردن به این گامبو. گامبو یو قلقی نگفتم ایتدی کی؟ من که نمیتونم هر عملی رو تو اتومبیلم سوار کنم. اونا عملی نبودن پدر. برای من فرقی نمیکنه. من قول دادم و باید سر ساعت تو بیلان باشم. حتما این قولو به آذر خانم دادی. بله دختر. صحیح. چیه باز که احمد رفت تو همون ناراحت شدی؟ آخه دخترم مگه آذر به تو چه کرده؟ پدر صد دفعه بهتون گفتم من از این خانم خوشم نمیاد. آخه برای چی؟ اون که تو رو خیلی دوست داره. اینم از زرنگی و حق بازیشه. اون داره شما رو گول میزنه. پدرت عاقل‌تر از اونه که یه زن گولش بزنه. بله دیدم. شما اینقدر در اون غرق شدید که همه خصایص انسانی رو دارید زیر پا میذارید. خصایص انسانی؟ این غیر ممکنه. نه پدر ممکنه. تصادف همین الان یه نمونش بود. برای اینکه چند لحظه زودتر به اون زن برسید داشتید یه بچه رو میکشتید و تازه از کوچکترین کمک و همراهی هم خودداری کردید. چی داری میگی؟ اگه اون گامبو رو سواره ماشین میکردم خصائص انسانی داشتم؟ این دیگه چه مرگشه؟ من که چیزی سر در نمیارم. چی شده؟ نمیتونم. باید جلوی یه راننده رو بگیرم. اصلا حس همکاری در این مردم مرده. حق با شماست پدر. صدای این قرقرک رو خفه کن تا ببینم چیکار میتونم بکنم. ها
خودشه. آقا جان ممکنه که ازتون خواهش کنم ببینین اتومبیل من چشه؟ هر چقدر پول بخواییم بهتون میدم. خواهش میکنم، من کار فوری دارم. یه بچانه هیچی نمیگی؟ مگه پول دوست نداری؟ نوچی جهنم درک. آقا خواهش میکنم به ما کمک کن. خانم گیب کری؟ یه دفعه که بهتون گفتم آقا به ایشون بگید دخالت نکنه. اصلا شما چی کاره ای؟ اگه میخواین این ماشین را بیفته برو اون بر پشت به ما خبردار باستو. منو مسخره کردی؟ اصلا نمیخوام، یلا برو گم شو. مردی که منو منتر خودش کرده. حساب کنین آقا. پدر مگه شما با آذر خانمتون قرار نداری؟ چرا؟ پس شما تشریف ببرین اونجا تا آقا ماشین درست کنه. آقا مسخره است. حالا درست شد. یالا برو پشت ماشین بشین یه استار بزن من ببینم چه مرگشه. خیلی لوله بنزینش گیر کرده. بیتو بکن، جلو تو نگاه کن، سری تو بالا کن. اون بچه ها کی بودن؟ خودشون بودن. میدونم، منظورم اینه که اونا یتیمه. طفلک ها حالا کجا میبرینشون؟ والا رسم اینا اینه که هر سال شگرد اولای کلاساشون رو برای تشویق به کنار دریا میفرستن. البته خرج همه اینا رو خانم مدیر و بهروز خان میدن. بهروز خان؟ آره، آق معلم ورزششونه. نمیدونی که چه مرد نازنینیه. ها، یادم اومد، چه آدم معذبی بود. خب حالا کجا میخواییم بریم؟ زیر آسمون کبود. میخواییم همشون رو بیاریم پیش ما؟ پیش شما؟ آره، ویلای ما بالای نوشهر، جامو خیلی بزرگه. مگه این بخت و نصف میذاره؟ شما بیاین کاری به اون نداشته باشه. فعلا برو بپر تو ماشین یه استارت دیگه بزن ببینم روشن میشه. یه سیور شو. آشاته چقدر میشه؟ ما اجر کارمون رو با پول عبه نمیبریم آقا. هرچی فقیرترن مغرورترن. خدافظ. کجا؟ خیلی ما شما رو میبریم، ما خودم میبرم. خواهش میکنم، ولی که شما اصرار دارین. حالا بیا مشروب تو بخور، عصبانی نشو، بیا. من راستش از این بازی موش و گربه خسته شدم. تو منو دوست داری، منم تو. خب چرا تصمیم نمیگیری؟ آزر، من از خدا میخوام که با تو عروسی کنم، اما میترسم این ازدواج در روحیه دخترم اثر نامطلوبی بذاره. من که نمیفهمم. آخه ازدواج من و تو چه رفتی به دخترت داره؟ آخه اون نمیتونه قبول کنه که زن دیگه ای جای مادرشو بگیره. صحیح. پس بفرمایید باید چی کار کرد؟ والا به نظر من باید اول نظر مینا رو نسبت به خودت جلب کنه. اون که اشکالی نداره. خب بعد؟ این اولین قدم برای ازدواج بود. من که همیشه رفته نبوده. باید خوبتر از این باشه، بیشتر باید باهاش گرم بگیری عزیز دل من. خب قبول دارم، پس بریم پایین تا ما هم باهاش قایق سواری کنیم. براوو. میبینی؟ پدر جان. پدر آشد فرزش. آفرین دو آفرین. پیرشی دخترم، پیرشی. سلام مینا. سلام پدر. عزیز پدر حتما خسته شد.
به عکس بدن، خیلی هم لذت بردم. کجا؟ سب کن ببینم دختر جان، من و آذر تازه اومدیم با تو قایق سواری کنیم. ماشالله مینا جون خیلی خیلی خوشگل شده. نمیدونی چقدر دلم واسه تنگ شده بود. راستی پس بابام چی؟ از ما دیگه گذشته، من بیشتر به خاطر تو اومدم اینجا. شنیدی پدر؟ جان؟ پس آذر خانم فقط برای دیدن من اومده. من خیلی مهم شدم، خب مزاحمتون نمیشه. کجا؟ با اجازتون میرم لباسمو بپوشم. نمیدونم با این دختر حساس و عصبانی چی کار کنم. مقصر خودتی. من؟ بله تو. دختر وقتی میبینه پدرش اصلا به فکر زندگی اون نیست، خب حساس میشه. آخه اون زندگیش کامل کامله. نه اشتباه میکنی آقا، فکر نمیکنی وجود یه مرد زندگی مینا رو کامل تر میکنه؟ والا تا حالا هیچ به این فکر نیفتاده. چه اونو شوهرش بدی؟ درست. آخه خودشم تا حالا هیچی به من نگفته. خلاصه اگه اون شوهر کنه هم برای خودش خوبه هم برای ما. آخ که تو چقدر خوبی. من اگه جای مینا بودم به وجود تو افتخار میکردم. چرا جای مینا؟ جای خودت باش. این شی این احمقای مزاحم چرا اومدن اینجا؟ بریم ببینیم تو ملک من چیکار میکنن. من معتقدم این محیط برای چادر زدن خیلی مناسب باشه. بسیار خوب، منم موافقم. دیگه لازم نیست اجازه. نه اجازه چی بگیریم؟ زمین مال خداست دیگه. پس دیگه دست بابا رو بیارید. خب شما بفرمایید اونجا، من ترتیب کارا رو میدم. بابا آقای بله. پرنده چادر بله. رو بیارید پایین. آهای بچه ها شما هم پیاده بشید زودتر. آهای بچه ها بیاید اینجا، بیاید اینجا با تو کار دارم. بچه ها برگرد ببینن چی میگه. بله آقا. خوب گوش کنید بچه ها. بله. دریا فعلا قدغن. یادتون باشه که همیشه با خود من برید. فهمیدید؟ آفرین بچه های خوب. آقای بهروز معلم ورزشتون درست میگه. بله خانم. بچه های من دریا همینقدر که زیبا و فریبنده است همونقدر هم خطرناکه. بله خانم. بله. حالا ما تو اسبابا رو بیاریم پایین، برین یه گوشه توپ بازی کنید. زودتر برین دوباره تو. بچه ها توپو بده دیگه اینجا. به اینجا سر به سر من نداری؟ به تو میگم توپو بده به من؟ خانم مالکپور. پدر من دعوتشون کردم. عصبانی نشو، خب حالا چه عیبی داره؟ مگه مینا جون نمیتونه دعوت کنه؟ خوب کاری کردی. حالا که دعوتشون کردی ازشون پذیرایی کن. شما بهتره با من بیاید. نمیفهمم. اینقدر خودتو ناراحت نکن عزیزم. متشکرم خانم. بهروز خان اسم من مینا. خیلی خوش آمدید. از لطفتون ممنونم. ببخشید که بچه‌ها مزاحمتون شدن. به عکس، من بچه‌ها رو دوست دارم. اینجا مثل خونه خودشون آزاده. بازم متشکرم. فلان یکی رو بفرستین تا یه وسیله بازی بدم برای بچه ها بیه. چشم خانم، خیلی متشکرم از لطف. خواهش میکنم. و خدای را ستایش کنیم که آفریننده نیکیست. شیطان را نفرین. نام پیامبران و رهبران خردمند را بزرگ داریم که ملک و ملت را به سوی آبادانی و برادری رهنمون بودند. ما پژوهندگان امروز فردایی بسازیم که خالی از ظلمت است و سرشار از عشق و محبت، عشق به میهن. هورا! پروردگارا شاهنشاه ما را سلامت بدار. آم! پروردگارا میهن ما را مسون و محفوظ بدار. آم! آم! متشکرم. حالا برین کتاباتون رو بردارین، درساتون رو بخونین. یالا بچه ها شما مواظب بچه ها باشین، ما بریم خرید. چشم اتا. چشم. مواظب باشید بچه ها. اتا. نه
نفهمیدم به من بود، تو چرا گفتی اتا؟ نه خیر با من بود، تو چرا گفتی اتا؟ میگم به من بود. نه خیر با منه بود. نه خیر به من بود. نه خیر با من بود. میگم به من بود. نه خیر با من بود. چیز عجیبی به من بود. حالا تا صبح بگو به من بود. با من بود، با من بود، با من بود. خب بچه ها شتابا بود. خب بچه ها که دباب هسته شتابا بود. میگم که دباب هسته. میگم کتابا بود. میگم که دباب هسته. چیز عجیبیه. کتابا بود. کتابا هسته. کتابا بود. میگم که دباب هسته. واقع بی واقع اتفاقا باو. اصلا تو چی کاره ای بی کتابا بسه؟ تو چی کاری؟ من همه کاره. نه خیر تو یه فراوش پیش دواتی. هم یه راننده ناشی هستی. دعوا نکنین، دعوا نکنین. خب حالا ناشی بودن و بی سواد بودن که دعوا نره. حالا امتحانتو میکنم. چه امتحانی؟ یه سال از تو، یه سالم از تو. خیلی خوب. خیلی خوب. خب بابا، حالا اگه تو باسوادی بود ببینم چین کجاست. نه بگو چین کجاست. بگو چه؟ چی؟ بگو دیگه بله بگو. چی کدامن ننمه؟ نه بی سواد. بی سواد. چین تو صورت آدمای پیره. ده نده، نه ای، نه ای. پس چی؟ چین اسم یه کشور تو قاره آسیا. مشکل دو تا نوک زبونم بودا. خب حالا نوبت تو آماس. نه بگو، نوبت منی بگو. خب بگو اینم، اگه یه ماشین بنزین نشته باشه چطوری؟ به جوابش بده چه توش موندی؟ اگه یه ماشین بنزین نشته باشه چطوری میشه؟ گوره پدر ماشین، من ماشین رو ول میکنم، سفره نهارم رو پهم میکنم، حالا نهار نخور کی بخور، حالا نخور کی حالا سرکت که بچه ها؟ بح بح چرا بیمیل غذا میخوری دختر جان؟ من اشتها ندارم پدر. شاید این نوع غذا رو دوست نداری. آه با این دستپختی که تو داری آدم باید خیلی کش سلیقه باشه که این غذاها رو دوست نداشته باشه. متشکرم. میلا جونم نگفت که دوست ندارم، میگه میل ندارم. پس میخواد خودشو واسه بابا جونش لوس کنه. پدر از وقت لوس کردن من دیگه گذشته، حالا نوبت دیگرونه که خودشونو لوس بکنه. با اجازه. کجا میری دخترم؟ یعنی چه؟ واقعا که دختر لجوجی. اون وقت تو سفارش میکنی که باش مهربون تر باشم. میدونی اصلا مقصر خود تو هستی، زیاد ازت لوسش کردی. چی کارش کنم خانم؟ تربیتش کن. ای بابا از این چیزاش گذشته. خیلی خب پس مجبوری نازشو بکشی. آره حق با تو. آره آره. پس چرا میخوای منو سنگ رو یخ بکنی؟ آزار. از من دعوت میکنی که از هتلم بیام به ویلای تو برای اینکه دختر یکی یه دونت بهم توهین بکنه. از این به بعد هر موقع خواستی منو ببینی بیا تو هتل. کجا آزار؟ مگه دیوانه شدی؟ چطور دلت اومد ولش کنی یا بیایی پیش من؟ آخه فکر نکردی طرف و لولو بخوره و اون وقت تو بدون پول تو جیبی بمونی؟ کاغذ پاراهاشو به رخم نکش. خیلی خوب، پس پولا رو بذار سر جاش جونی. نه ترس، اگه از اینا بخوام از هر انگشتم هزار هنر میریزه. میدونم، دروغ، قمار، مشروب. چه اینطور؟ بیا مال بعد بیخیریش صاحبش. کجا؟ میرم دنبال کار، قمار، دروغ و بعدشم مشروب. اوه چه زود به تریج قباشم بر میخوره آقا. ما اینیم، فیلم مرده و زندهش صد تومنه. جمشید کجا؟ کجا؟ دیوونه باز زد به کلت؟ مگه با تو نمیشه شوخی کرد؟ بیا بیا. واسه چی برگشتی؟ قهر کردم. برای همیشه؟ نه، این یه نقشه است که میخوام تو رو با خودم ببرم. منو؟ دخترش سرخره، میخوام تو رو ببرم به تنگش بندازم که بتونیم ثروتشو بالا بکشیم. از فردا تو میشه یه مهندس آمریکا دیده. شو قحط بود.
اگه میخوای تو پول غلط بخوری رو حرف من حرف نزن. باشه، ما همه راشو زدیم، این یکی هم رو اونای دیگه. خب از کی باید شروع کنیم؟ از فردا صبح. بلند شو بابا جو هم دیگه. آخر موخی بلند شو بابا دیگه بابا پیری. ای بابا این حالا خورناز داره میکشه. شهرو بیا بودو 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 بیا بیا اونجا در دور کم بیا. من؟ آره بابا بیا بیو 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 اون چیز تو بزه در گوشی شد پوری تو بزه در گوشیش باد کن توش باید باید چلو چی بود؟ باید تو ببینم ور پریده از یه چیز پرده کشا پره کردی باید تو ببینم شاشه بجه اونجا شاشه توبچی دست باری کلا خودت درست کردی باری کلا برو 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 نگاه داره بچه برو همه شخصی تو دیگه به من جو بیا یه نمایش خوشگل تماشا کنیم بیا وای کو وای کو وای خدا سوخت آفیس گرفتن چی خدا سوخت وای خدا مرد بای دار سر به سر من داریم باز چشم به آمیز بریم که باز خرابه بزن که بده من کارت خورده نخونک نزن حرف نزن که باز خیلی خرابه مونده بعد چی کار کنیم خبره هی جلوی شکم سابردت میگیری حرف ندن که وضع خیلی خیلی خرابه به این وضع ایشانو تو سرت بخوره بابا چه چه خبرته؟ خیلی هم باشه جون ماش ماسک و آب کن بده به من مگه مرده بودی خودت ببری؟ گامبوه میخوره میگه وضع خرابه چرا معطلی من این تو خفه شدم؟ حالا اونجایی که گفتم میسیزم خودم سیستم آفیش گرفتم بگی ببینم قربون دستی Thank you.
کم دیگه. روز خوبی بود، هم ورزش هم تفریح. من شمالو به خاطر همین چیزا دیدم، اما متاسفانه تنها. ورزش و تفریح هم تنهایی با آدم نمیچسبه. اتفاقا من امروز برای بچه‌هامون برنامه راهپیمایی گذاشتم. راهپیمایی؟ کجا؟ نمیدونم، چون آشنایی به این حدود ندارم، مجبورم یه جایی ببرمشون دیگه. این کارو با عهده من بذار. یعنی شما با ما میایید؟ نه، گفتم تفریح و ورزش دست جمعیش خوبه. متشکرم. دلتون میخواد صبحونه رو با ما بخوری؟ دلم میخواد، ولی پدرم بدون من صبحونه نمیخوره. پدر. جان پدر. ورزشتون تموم نشد؟ نه دخترم، میدونی ورزش برای سلامت بدن مفیده. چیه، چرا میخندی؟ میدونی پدر، تو فکر این بودم که اون وقتا تا من سر میز صبحونه میومدم شما با من صبحونه میخوردیم و حقیقتش اصلا ورزش هم نمیکرد. اما حالا ورزش رو بهانه کردین و هی این پا و اون پا میکنین تا آذر جونتون بیاد. آه دخترم، تو چه فکرهای خامی میکنی؟ نه پدر، خلاصه من هم دلم برای شما میسوزه، هم برای اون فنر، چون تا آمدن آذر جونت همه این مفتولاش سیم میشه. نه دلت برای من بسوزه، نه برای این فنر، چون دیگه باش کاری ندارم. اگه گفتی چرا؟ برای اینکه آذر جونت اومد. اخ جا، آفری دخترم، آفری، آفری. جا قدتو برم زن. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر. صبح بخیر. الان با مینا ذکر خیر تو بود. متشکرم. مواظب باش نایو. سلام مینا. سلام. بریم که بی تو صابون خوردن لطفی ندارم. من صابونم خوردم. آو چه سحرخی. متاسفم پدر. کجا میری دخترم؟ میخوام برم لباسم عوض. آو اشکالی نداره، اشکالی نداره. خب چه صابونه رو خوردی ها؟ دا لا 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 دم دم رم رم دا لا لی لا لا. اون وقت میگی باهاش بیشتر مهربون باشم، تا چشمش به من افتاد بلند شد رفت. آخه بابا جون اون جوونه، نمیفهمه. در هر صورت میفهمه یا نمیفهمه، من دارم خودم رو سبک میکنم. این چه حرفیه که میزنی؟ حالا بگذاری، من باید برم. باید بری؟ کجا؟ ناراحت نشو، خواهرزادم از آمریکا اومده، تصادفاً دم هتل دیدمش. چون آشنایی به اینجاها نداره، از من خواهش کرد که چند روزی راهنماش باشم. خب بیارش اینجا عزیز. اینجا؟ نه. چرا؟ خیال میکنه چون آمریکا بوده معاشرت با ما ناراحتش کنه؟ نه، اتفاقاً با تمام معلوماتی که داره جوون خودمونی و بیریاییه. او پچه بهتر. یالا بلند شو برو عقبش که من کشته اینجور جوونم. یالا بلند شو ببین. عجله نکن، چون خودش قراره الان بیاد اینجا. اینجا؟ آره، من آدرس اینجا رو دادم که بیاد دنبالم. آه خوب کردی عزیزم. ها مثل اینجا خودشه. آره خودشه. چه حلالزاده هست. خوش آمدین، من مالک بود. من مهندس جمشید شامی. خوشبختم، بفرمایید. آه عجب ویلای قشنگی. شما اینجا تنها زندگی میکنی؟ نه، با دخترم هم. آهان، یه دقیقه صبر کنی، منم به بابام بگم و بیام. از تو سر را بیافتیم. اومدم. منتظری. خب میفرمودین جمشید خان، میفرمودین. بله جناب آقای مالک پور، من اصولا دنبال تحول میگردم. بله. تحول چه در معماری که مربوط به کار منه و چه در شئونات دیگه اجتماعی. مثلا نظر ما آرشیتکت ها به هیچ وجه اصول فنی ساخته نشده. ساخته نشده؟ نه خیلی ساخته نشده. پدر جانم. پدر من میخوام. آها اینم دخترم که اینقدر ازش تعریف میکردم. با مهندس جمشید شاد آشنا شد دخترم. خوشحالم آقا. متشکرم. واقعا که اون همه تعریف کم بود، ایشون نمونه کاملی هستن از زیبایی شرقی و غربی. آه راجب زیبایی مینا جون هرچی بگی کم گفت. بله جدا همینطوره. خب جمشید خواهرزاده آذرجان هستن که تازه از آمریکا برگشتن. من از ایشون دعوت کردم یه چند روزی مهمان من باشن. کجا میری دختر جان؟ دخترم؟ من با بچه ها میخوام برم جنگل. ساعت کم بود تکتولاشم اومد. بیاین جمشید بابا جون، از این برای خرده فرای نهره بودید. بچه ها
اینجا نباید شما پرت و پرا بشید. اینجا جنگل هزار جور جونور خطرناک داره. این درست میگه آمه فرنده. تو تا حالا شیر دیدی؟ خب آره. کجا دیدی؟ کجا؟ تو لبنیاتی. خدا چقدر خوشمزه. تو لبنیاتی نکنم از پرنده. چرا خدا راست بگو؟ خیلی خوب پس گوش کنی. بله. اون قدیم ندیما که بچه بودم یه روز با مرحوم بابام رفتم جنگل. بله. آخه بابام چی گوچی بود. همینطور که داشتیم میرفتیم یه وقلاق درخت و چشم بفتاد تو چشم یه پلنگ. پلنگ؟ آره پلنگ. خب چی کارش کردی؟ هیچی. همینطوری بر تو چشماش دور دیدی. دروغ میگم. اون وقت یواش رفتم جلو انگشتم و کردم تو چشم پلنگه و کشیدم بابا چیه تو فکری؟ راستش تو فکر اینم که اون آدم بیکار چی بوده که این همه درخت اینجا کاشته. این درخت ها رو کسی نکاشته بابا جون، خودشون سبز شدن. پس چرا مرد نمونه یکیشون تو رای ترور کاشون سبز نشد؟ دو تا رفیق خوب هستن. خیلی شوخن. خب بالاخره نگفتین چی بود. تا پنج شماره میشمارم خودش بیاد اینجا. یک دو نشمه خانم جم نشمه. ما بودیم. خب چی کار کردی؟ هیچی خانم، آخه اون داشت بس ما پوز میداد، ما هم پخ کردیم اونم بر رفت. برای آخرین بار بهت میگم که دیگه با بزرگتر از خودت شوخی نکنی، فهمیدی؟ چشم. وگرنه تنبیه سختی برای در نفر گرفتن. این دفعه رو به من ببخشیده. تنبیهشونو به من با بزرگتر. آخه شما نمیدونین چی کار کردی. چرا میتونم حدس بزنم. خب جاله بچه ها سوار چی؟ من خودم ماشینو میرونم. چه هیکل بزرگی دار. پنجه‌هاشو دیدی؟ سیبیلاشو بگو. چشماش از همه بدتر بود. زل داشت برای نگاه میگرد. مگه چی بوده؟ هیچی داداش، یه چیز کوچولو داری. یه پلنگ. پلنگ؟ آره. برو بابا خدا پدرتو بیامرزه، این طرف اصلا پلنگ پیدا نمیشه. این طرف ها پلنگ پیدا نمیشه. چی میگه گامبو؟ آی بابا این بیخود میگه. این من اینجا نیست، عقلش نمیرسه. من این تو خودت با چشات نهیدی؟ نه. خون منم نهیدم. ده خنگ خدا، من تو مرض داشتی ما رو نفس باروندی ها؟ نه نوا نگمه؟ حالا یه دوگه بابا بابا چه درمان میکنه؟ درمان میکنه؟ بیا بابا آبالوتو بخور، جلوتو تازه کن، بیا جلو. آبالوه؟ رفرا بره بابا. آبالو ببینم آبالو چقدر نه؟ ای چنده؟ دوزار همشو بدیم. بیا. من کاشه ای نیستم، من هسته ای هستم. یعنی چه؟ من میخورم هسته تحویل میدم. چند تا یک قرو؟ دهتش یک قرو. اون دهتش یک قرو باشه. بینه 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 بینه. من پنج تا آلو خوردم، میشه درشی. این یک قرون یامونه بچه ها دوزیدم. بیا این یک قرونه بگیر درشی هم بره، من میخوام برم کار دارم. ده؟ نفهمیدم یه تاغار آلو رو خوردی؟ پنج تا هسته تحویل میدی؟ داداش پنج تاش با هسته بوده، بقیهش بی هسته. راست میگه؟ چی رو راست میگه؟ ده
الان هستهاشو از شکمت میکشم بیرون. بگی بگو خدا برکت بگی خدا برکت خدا پدرت تو بیا ببینم حالا خودمونیم تو این تار آبالو رو چیکارش کردی؟ من که به تو دروغ نمیگم همش پنج تا بود خوردم کارت خورده به منم چرک میزنی بودو به روزها منتظره دیگه نمیتونم را برم باش خورده سلام آقا کجا رفت دوریم پیداتون نبود؟ رفته بودیم پلنگ بگیریم خیلی خوب بیاد بلا ببخشید خب آقای پرنده بالاخره پلنگو گرفتی؟ نه آقا از هیبتی فرار کرد دوروبر اینطور جوانای سرشناس خیلی ها میپلکن اینو میدونم عزیزم ولی دلم میخواد تو اونو نرمش کنی جمشید داماد خوبی برای من باشه بسوزن پس مواظب باشین که خاکستر نشین آقا قصه منو نخورید ما بریم اگه تنها باشن زودتر با اخلاق هم آشنا بشین گفتم که نمیرخصم باید برخصی آقا مؤدب باشی باید برخصی معلوم نیست کدوم طبیل بزرگ شده بلاخره به چنگت میارم در هر صورت اگه با هم عروسی کنن عزیز دلم منو تو هم راحت میشه عجله نکن یواش یواش همه چی احمق خیال میکنه اینجا کابارت لات بی سر و پا چی شده مینا جان تو میدونی چی شده مسخره است آقا چی مسخره است جانم اینجا آدم باید معلم آداب معاشرت هم باشه حالا چی شده آقای مهدی دخترتون حتی کوچکترین اطلاعی از آداب معاشرت نداره حتما بازم مینا بچگی کرده جمشید جان ناراحت نشو من از طرف دخترم معذرت میخوام الان میرم میارمش از شما معذرت میخوام دختره خودسر خیلی بیورزه بازم مرغو از قفس پروندی مینا بله پدر هیچ انتظار نداشتم که آبروی ما را جلوی یه آدم تحصیل کرده بریزی منم هیچ انتظار نداشتم که پدرم تحت تسلط زنی قرار بگیره که بخواد با شرافت خانواده ما بازی بکنه چرا مزخرف میگی؟ تو داری با این عملت لکت به بخت خودت میزنی یعنی چه؟ آخه من آذر مهندس برای تو کاندید کردیم پدر چی میگی؟ بله این پیشنهادم آذر کرده آذر؟ اون غلط کرده خجالت بکش تو داری کم کم حرمت همه چیز زیر پا میزنی مگه دیگه حرمتی تو این خونه باقی مونده هیچ میفهمی چی داری میگی؟ بله هر چی میگم درست میگم شما رو اون زن اخفال کرده چشم بصیرتتون رو کور کرده دیگه هیچ چیز و هیچ کس رو جز اون زن نمیبینید شما میخواید منم تو همون منجلابی بکشید که خودتون غرق شدید خفشا دیگه نمیخوام حرف بزنی نه خیال کردم اونه چی؟ چه میدونم غم و غصه من که یکی دوتا نیست چی شده؟ تو چرا یهو عوض شدی؟
آخه تو که به زندگی داخلی ما وارد نیستی، نمیدونی من از دست پدرم چی میکشم. پدرها هیچ وقت بد نیست. پدر من بد نبود، اما با پیدا شدن این زن رفتارش داره به کلی عوض میشه. تازه اون زنی که خودش کم بود، این پسرم اضافه شد. حالا فکرشو بکن، بدون این که به من حرفی بزنن خودشون بریدن و دوختن تا منو دک بکنن. من که از حرفات هیچی سردر نمیارم. برای من شوهر انتخاب کرد. چی؟ شوهر؟ آره، گرگ کم بود، کفدارم اضافه شد. بنابراین به جز پدرم، منم جز به تومه اونوش. ناراحتت کردم؟ نه، من فکر میکنم اگه توتعی هم در کار باشه پدرت زودتر از تو میفهمه. پدرم عشق چشمای اونو کور کرده، دو نفری دورش کردن، اونم داره اشتباه میکنه. ببین، اگه حس میکنی پدرت اشتباه میکنه، تو باید سعی کنی با مهربونی اونو از اشتباه در بیاری، نه با قهر کردن. اون چشماش کور شده، گوشش هم کرد، چطور میتونم از اشتباه درش بیارم؟ اون دیگه برای من بدترین بابای دنیا شده. نه، تو اشتباه میکنی، داشتن بدترین بابای دنیا بهتر از نداشتنه. این بچه ها رو میبینی؟ با تمام نشاط و شادی که دارن، درد بی پدری براشون اندوه بزرگیه. هر کدوم اونا دلشون میخواد بدترین مردای دنیا، بی‌رحم‌ترین اونا حتی یه دیوونه باشه، اما پدرشون باشه. با این استدلال یعنی میگی برام تسلیم نظریه پدرم بشم؟ نه نه، من همچی حرفی نزدم. اگه یه دقیقه با من میونه این بچه ها بیای، اون وقت میفهمی که من چی گفتم. تمام شادیای دنیا، تمام محبتای مردم جای یه لبخند پدر رو نمیگیره. بریم، بریم پیش بچه ها. گرگم و گله میبرم، چوبون دارم نمیذارم، حوز من تیش اره، دنبه من لذیذتره، من میبرم خوب خوبشو، من نمیدم بد بدشو. خونه خاله عظیم بده، خونه خاله عظیم بده، خونه خاله عظیم بده، از نیم بره، از اون بره، از نیم بره، از این بره، از این بره، از این بره، از این بره، با از این بره. من گرگم باید شما ها رو بخورم. فکر میکنم اینا با داشتن شما دیگه هیچی دو دنیا کم ندارن. چرا؟ یه چیزایی کم دارن، نگاه کن. اگه تمام شادی و خنده دنیا رو براشون جمع کنیم، باز به محض اینکه تنها بشن تو خودشون میرن و دنبال اون چیزی میگردن که ندارن. بذار ازش بپرسن به چی داره فکر میکنه. نه نه، هیچ وقت این تنهایی رو نباید بروشون آورد. تفلکی هم. حالا میبینی پدر داشتن، حتی بدترین پدرها چه نعمت بزرگی. حق با شما. من وقتی پیش شما میام دنیا رو از دریچه دیگه ای میبینم. خب پس شما پیش ما بمونید. باشه، منم هیچ دل خوشی ندارم که با اونا شام بخورم، پیش شما میمونم. الان میگم بابا پیری آب دیزی رو زیاد کنه. بابا پیری با ما چه؟ بفکر، الان یه بار خربیز اون داغ کردی. با گامبو هنوز این چهار تا بشقابو جمع نکردی؟ چهار تا نیست، سه تا، هنوزم خنگی. مینا خانم ببخشید اگر فقیرونه بودا. چه کنه، این فراش بینوا همین داره. دست شما درد نکنه، خیلی خوشمزه بود، متشکرم. پس هر شب تشریف بیارید پیش ما. خانم جون، مهمون اگر یکی باشه واسش گاو، اگه دو تا باشه منو میکشه. بابا بچه‌ها وقت خوابشون زودتر. یالا بچه‌ها، یالا جا 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 جا. پس بگم بفرمایی؟ بله بلو بلا. یلا 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 یلا. خب اجازه بدین که رفع مزاحمت کنم. چه مزاحمتی؟ شما دلتون نمیخواد قدم بزنی؟ من چرا؟ منم همینطور. پس بفرمایید، با اجازه. خواهش میکنم. چرا امشب سر و تخا بیدم؟ به به به، چشم و دلم روشن. نه ماشالله، هزار ماشالله، همه شو خوشگل خوابیدم. چه کلکی بخوا امشب بزنم؟
خب نفهمیدم این درس دیگه امشب از کجا یاد گرفتی؟ وقتی خواب زورکی باشه باید الکتری خواب دیگه ببر اون نفس هم اما به یه شرط به چه شرطی؟ شرطی که برای اون قصه بگی قصه قصه رکو قصه بیشنه من اینجا قصه فرهاد قصه بیشنه من اینجا قصه فرهاد آی بابا قصه خیلی خوب باستون قصه میگم اما با یه شرط به شرطی که همه تو چشماتون رو ببندین و مثل بچه آدم دراز حالا بیریم سر اصل مطلب گه چی بود گه چی نبود زیر گنبد کبود یک آمیز پرنده بود تفل و یک دنده بود یک شکم داشت به نسل گاله که از شکم داشت مرتب ناله از طرف روزی آمد به سخن گفت بابا بگی چی گفت؟ میخوام برم هندستون میجون با بوستون با توتیا بگردم تا دیگه بر نگردم آی بابا بیری خوش در بیری در به دوگو چشمو تو در بیورم تو بختمون می آرام خیال نکن بی آرام من یل روز گورم باشه من باره من برداری ها فهمیدم من هول میدی بله بله گوش آده دیگون برد بکنه برد 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 باب با و آمیز پرنده گوش کنیم به حرف بنده جنگ و جدل که خوب نیست صلح و صفا و خنده تو جمع ما پسنده موافقیم با بنده بنده شما چی موافقی؟ بله خب بچه ها کف بزنی شادی کنی بچه ها کف بزنی شادی کنی دیگه آزادی کنی دیگه آزادی کنی خب بچه ها حالا باید بخوابید که صبح زود بلنشه شبتون بخیر شب بخیر گامبو ای گامبو گامبو خوشو بابا زور شد ماشین ببر واسه بچه ها نون و پنیر بگیر بیا ده بلند شو بابا دیگه باشه دستا بکنم حالا پیلر دریارم شهرها بودو بیا بودو چه کنه داری؟
شیطان تو رده در گوش این همینطوره باد کن. جونو من یالا 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 خدا یالا در گوشش یه خود دیگه بزن بزن بیدم یه خود دیگه بچه ها بودیم بچه ها آمیز پرنده خواب سنگین بیدار نمیشه همینطوری سرسلا نکن سر تخت رو بگیریم یک دو سه یک دو سه صدا نکنید یواش 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 دادی داد نکنید ببرید ببریم واسه واسه بریم واسه 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 ببریم واسه بری جلو کسی سلام بری جلو ببریم واسه واسه جلو تا بری جلو تا قلبت میزنه یا نه؟ به من دست نزن چه بد اخلاق آهوی وحشی من برای این اومدم تو قایق که بهت دست بزنم خوش کنم چه نوازش از لطافتش مست شد بی شرف پس الان میگم مثل سگ دومتو بگیرن و بدزنت بیرون کجا؟ به همین آسونی؟ بلام کن بلام کن بیشتر این قصفه شد در دهن تو دقم اگه یه دفعه دیگه دری وری گفتی بی سر و صدا همینجا میکشم دختر یه خواب بود Thank you.
دست بگیرم قایم. یه خورده دیگه. آها خوشیرم اونجا داره بلا. آها نمیزم بی ارزه. بکش دست کسی بتا. نتونستی کارو تموم کنی ها؟ حرف نزن که دارم نفله میشم. درست عزرائیل رو جلوی چشم دیدم. هیچ فکر نمی کردم اینقدر بی عرضه باشی. از پس یه دختر نتونستی بر بیای احمق. پس اون نره خره چی؟ درست سر بزنگا رسید و آرزوشو به دلم گذاشت. پاشو پاشو. اصلا تو عرضه پول دار شدن و زن ثروتمند داشتن رو نداری. تو واسه همون ولگردی خوبی. حالا میگی چی کار کنم؟ اگه ما این ثروت و زن خوشگل رو نخواهیم کیو باید ببینیم؟ تو عقلت نمیرسه. الان میری لباساتو میپوشی، طوری هم وانمود میکنی که اصلا اتفاقی نیفتاده، تا خودم ترتیب همه کارا رو بدم. یه تسمه از گرده این پسره بکشم تا دیگه هیچ وقت آرزوی کنار دریا اومدن رو نکنه. یالا را بیافت. رول تو فقط باید همین باشه، خوشرفتاری با پدرت آذر و جمشید. آخه از اون دوتا متنفرم. میدونم، ولی چاره چیه؟ میتونی باشون در بیافتی؟ نه. پس برو هرچی بهت گفتم مو به مو اجرا کن. خیلی خوب، قبول میکنم. حالا برو کتک خوردن تو دریا رو قبل از اینکه همه بفهمن از لش در بیار. راست میگی، پس من رفتم. حرف بابا رو گوش کنیم ببینین چی میگه. گوش کنید بچه ها، برنامه امروزتون. آقا معلم بابا. خب بچه ها، شما هم همونطور که قبلا بهتون گفتم باید از این ساعت به بعد هرچی بابا و پرنده بهتون گفتن اطاعت بکنید. بله، طرف من آقای بهروز، خیالتون راحت راحت باشه. این بچه ها رو میفرستم چنون زاغسی هاش رو چوب بزنه که آرسن لپن ایمول بیاره. منم یه خدمتی به این آقا جمشید خان بکنم که تا عمره فراموش نکنه. بفرمایید، اینم قهوه. آها، قربون دست دازار جون. شما؟ مرسی. بچه ها زودتر بخورین که به رخص کازینو برسیم. متشکر. بخورم که بعد از قهوه دودی از پیپ گرفتن حسابی میچسب. آه که تو هم با این پیپت ما رو کشتی. به چه طعمی. مرسی آذر جون، مرسی. واقعا که عالیه. من حتی تو آمریکام همچین قهوهی نخورده بودم. اگه میدونستم اینقدر خوب درست میکنی می اومدم دم دستتون تا یاد بگیرم. تو دختر خوبی باش، من همه چیزو به تو یاد میدم. بازم آفرین آذر جون. خب من حاضرم. منم حاضرم. مینا جون پس چرا بلند نمیشی؟ من نمیام. نمیدونم چرا یهو سرم گیج رفت. ببخشید من میرم بخوابم. با اجازه. حالا چه وقت خوابه عزیزم؟ اشکالی نداره، جمشید خان میمونه بعد با مینا جون میاد. فکر میکنم داره واسه مهندس ناز میکنه. دخترهایی به سن سال مینا جون خوب بلدن خودشونو تو دل نامزدشون جا بکنن، اما به شرطی که مهندس هم عاقل باشه و تورشو خوب بندازه که ماهی فرار نکنه. قول میدم. آقا چشم بردیم. صحبت این بود که همون فنجون رو بدم به
یاسمینه خانم بخوره. آفرین، بریم بازم برای جلایی. ملاحظه فرمودی مامورین مخفی من چه مخی دارن؟ او چی میگی؟ همشون تربیت شده منم. برگم جو. حالا اصلی نقشه مونده. بریم. خب خوشحالم که این دفعه کسی نیست به کمکت بیاد. خودت هم که حالشو نداری مقاومت کنی. آخی حالا دیگه تو چنگم. خوشگل من این دیگه موفق شد. کجا؟ به همین سادگی؟ احمق بیشور تو اینجا چیکار میکنی؟ همون کاری که تو میخواستی بکنی. یعنی چه؟ این چه حرکتیه؟ یه حرکت ملیح قشنگ، یعنی بوشیدن. ببو آخه من گله معتل کن گلوی بی قیافه گیست دراز ببوش یلا خاک بر اون سرت با این ماچ کردنه. آخه بوت مرده تو که ارزه یه ماچ کردنه نداری اومده بود این توی اتاق چیکار کنی؟ اشمازی کنی یلا؟ الان مثل آلمیچل دل روده تو میریزم بیرون بعد بعد بلن چشماتو واکن جمشید، حرف بزن. کی تو رو به این روز انداخت؟ جمشید حرف بزن. خدایا حرف بزن. چی شده مهندس؟ ریختن اینجا و به زور دخترتونو بردن و منم به این دختر منو کی؟ آره دارو دسته همین آقا معلمه. میکشمشون گرگای آدم نما. میکشمشون کجا؟ تنهایی نرو میکشنه. دیگه گرفتار شدیم. هیچ راه فرار نداره. یه در دسته نامورد سک میکشمش. برو کنار. نه کنار. اول سینه منو سراخ کن. گفتم برو گم شد دختری بی حیا. میکشمت تا دیگه حواس دزدیدن ناموس مردمو نکنی. میکشمت. بزنید. Thank you.
بفرمایید. من نمیخوام تو زندگی مردم دخالت بکنم، ولی مجبورم به حکم وظیفه، البته وظیفه یک انسان، موضوعی رو با شما در میون بذارم. درسته که تجربه شما بیشتر از منه و درسته که مقام و وظیفتونم از من بالاتره، ولی آیا قبول ندارید که شما ممکنه اشتباه بکنید؟ چرا؟ چرا؟ شما دارین با این اشتباهتون به تمام احساس و عواطف پدری که باید نسبت به دخترتون داشته باشید پشت پا میزنید. شما گرگی رو در خونتون ازش نگهداری میکنید که در لباس میشه و این گرگ ممکنه بنیان خانوادتون رو به هم بریزه. به هر حال پیش میکنم حقایق بیشتر رو با ملاتفت از زبان دخترتون بشنوید. متشکرم، اما اینو بدونین که شما معلم هستی و یک معلم فقط میتونه بچه ها رو نصیحت کنه. کجا؟ وایسا ببینم، میونه کار زر زدی ها؟ اصلا ما چند بدیم که تو قبول کنی خرمون از کرگی دم نداشته؟ چند بدی؟ حالا دیگه مسخرم هم میکنی ها؟ ورقی که امید برد نداره میری جا، این یارو اگه برگرده پتمون رو آبه. نه ترس، اون تو چنگ منه، بهت قول میدم که اونا رو از اینجا بیرون کنم. اگه بیرون نکردی چی؟ همچین آلاخون والاخونشون میکنم که دیگه موی دماغمون نباشن. با چی؟ با یه کبریت جونم. دلمو خوش کردم و اینجا رو اسمشو گذاشتم خونه، اما اون چی که اینجا میگذره فقط باید من ندونم. انگار من آدم زیادی هستم. دختر، دختر، جگر گوشه ی پدر، از همه چیز چشم بپوش، مثل یه مادر براش زحمت بکش که وقتی بزرگ شد اون وقت فرود. پدر، خواهش میکنم اینطور با من حرف نزن. آخه من که جز شما کسی رو ندارم. مگه من کسی رو دارم؟ پدر این بی‌انصافی، پس من کی هستم؟ آخ پدر. بچه نشو دخترم، میدونی که من طاقت دیدن اشکای تو رو ندارم. دختر ناز بابا، دختر پدر، دختری که هیچ وقت نه تو دهنش نبود. چرا باید یهو عوض بشه و خیال کنه پدرش؟ آخ تو باید اینو بدونی که من هیچ وقت بد تو رو نمیخوام دخترم. میدونم پدر. پس باید بدونی که هیچ دختری برای همیشه پیش پدر و مادرش نمیتونه بمونه. میخوای منو از خونت بیرون کنی پدر؟ دخترم، همه چیز من در اختیار توست، اما همونطوری که بالاخره یه روزی پدرت باید زن بگیره تا مجبوری که شوهر بکنی. خب، امیدوارم مردی رو که وسط انتخاب کردم به شوهری قبول کنی. چی؟ انتخاب کردی؟ پدر، میخوای منو شوهر بدی؟ به کی؟ به مهندس. نه، نه، این پسری پست جلوی من نیاد. دختر مگه دیوونه شدی؟ چرا بی دلیل با اون بد شدی؟ بی دلیل؟ اینا مثل اون زن فاسده، هر دوشون از یه قماشن. دوست ندارم تو روی من از آذر بدگویی کنی. پدر من حقیقت میگم. حقیقت؟ تام حرفای اون پسره احبوی اون پسره به صد تا مثل این آدم های کسیف و پس میاد. خفه شو، بهت اجازه نمیدم که اسم اون پسره رو تو روی من ببری. پدر اسم اون شرف داره. گفتم خفه شو. ولی من حرفامو میزنم پدر. حرفای دروغ و ساخته شده تو ببر واسه همونی که پدر تو از چشمت انداخته. اون حرفا عین حقیقته. اگه عین حقیقته پس چرا با من در میون نذاشتی؟ برای اینکه حس میکنم تو رو از دست دادم. تو همه چیزتو فدای این زن کردی، عقلتو از دست دادی، به خاطر همینم مادر تو رو به کازینو برد تا منو به دامن اون پسره کثیف بندازه. مقصر کیه؟ تو هستی تو. اون وقت اسمتو میذاری پدر؟ من ننگ دارم از اینکه یه همچین آدمی پدرم باشه. خفه شو دختره یه دروغگوی بیشم. تا
باید زن مهندس بشید، میفهمی؟ Thank you.
باید شروع کنی. کجا داری میری وایسا؟ چی بود؟ شهر رو چی دیگه؟ اگه چادرامون امروز صبح فردا براتون یه دونه بهتر از اینش می‌خرم. گریه نکنید. خدا رو شکر که به کسی صدمه نرسیده. ناراحت نباشید. تا اینجا که نقشه تو مو به مو اجرا شده. باید منتظر نتیجه‌اش بود. با زرنگی که تو داری، دختره تو بغل منه، پولم تو چنگ تو. حسرت خائن. Oh,
هیچ ناراحت نباشید، باید هرچی زودتر به بیمارستان رسونده شد. آره. به هر صورت من خیلی شرمنده هستم، هم شرمنده تو و هم شرمنده بهروز خان. متاسفم که هشدارهای شما در موقعی که در پیله خودخواهی و شهوت گرفتار شده بودم منو متوجه عواقب وخیم این کار نکرد. باور کنین اون زن منو کاملا کور کرده بود. شما باید منو ببخشید. پدر خواهش میکنم. دخترم، اقرار به گناهان بار تأسف و سبک میکنه. من خوشحالم که پیش تو داماد آیندم به گذشته پر اشتباه خودم اعتراف میکنم. به نظر من بازگو کردن اشتباهات گذشته در این موقعیت جز ناراحت کردن شما و ما نتیجه نداشته باشه. مهم اینه که دیگه تکرار نشه. مطمئنن پسرم دیگه تکرار نمیشه، چون تصمیم دارم تمام ثروتمو به شما بدهم. اطمینان دارم که اونو در راه تعلیم و تربیت این بچه ها که نوآفگان امروز و سازندگان فردای مملکت هستند به کار میبریم. امیدوارم که موفق و خوشبخت باشید. راننده ام عاشق به گوز و دنده ام، بند آمیز پرنده ام. وقتی که پشت فرمونم، وقتی که موشن میرونم، از همه کج برنده ام. بشبشه دورم بشبشه، ببین چه جوری میکشه، ریز و دروش بارشه، حالو و شون براششه. موسیقی